بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام احترام آرزو دارم جور و باشین بیننده خوب نازنین یک جان سپاس که برنامه را تعقیب میکنین انسان های بزرگوار زحمتکش نازنین دوست داشتنی هستین خداوند حجر فراوان نصیب شما بزرگوارا کنه کتاب انسان در جستجوی مناس نوشته دکتر فرانکل هشت برنامه خدمت تانه رای کردم برنامه نوم است در قسمت هشتم فرانکل متوجه شد کسایی که امید خود از دست میتن و هدف و معنای در زندگی ندارن در مقابل سختی ها میمیرن ولی کسایی که امید دارن زنده باقی میمانن و تصمیم میگیره که در دل زندانیان امید باید ایجاد شود و همچنان از کجا ای امید متوجه شد به جای از که گفت سوال کرده بریم که زندگی به ما چی میتی به ما چی میکنی گفت از خود سوال کردم که زندگی از ما چی میخواید زندگی سر ما چی حق داره و وقتی ای حق متوجه شدم فهمیدم که ما باید استوار باشیم در مقابل ظلم و ستم استادگی کنیم بدی را از بین ببریم خوبی و مهربانی را ترویج کنیم برنامه نوم است گفتیم که امو س... کسی که سرکارگر یا از ورشد دمو بین زندانیا بود بر فرانکل میگه که فرانکل جان اگر تو امی مسئولیت ها بگیری که به می زندانیا ها یک امیدی بیتی به خاطر کینا از ناامیدی میمیرن ببینیم که چی جواب میتده مقابل خدا میداند که من اصلا اوصله نداشتم اوصله همین که کمک کنم بر کسی نداشتم جان در جان ما نمانده بود خود ما حال ما خراب بود خسته و توضیحات روانشناختی بدهم اوصلی از ایره نداشتم یا معاویزه کنم و برای رفقایم نوی دستورات مراقبتی به اوصلیش میگه نداشتم سرد و گرست نبودم تندخو و خسته شده بودم اوصلی یک روانشناس نرمال و خوبه نداشتم اما باید تلاش میکردم و از این فرصت استثنایی سود میجستم همین که برای یک صلاحیت داده که بگی کمک که ما باید استفاده میکردم با وجودی سعی انسان بزرگه اینا شما پن گرفته برین دوستای نازنینم. ای قد بچه ناز و نعمت هستیم ما و شما که چرا این چیز نیست چرا چیز نیست چرا شکمم هم سیر نیست گشنه بود سردی بود تند شده بود خسته شده بود پیر شده بود فشار بود مشکلات بود هر چی بود اما چون یک فرصت پیش آمده بود گفت نه از این استفاده کنم با این اندیشه صحبت را که جنبی تسکینی داشت آغاز کردم گفتم که تا در اروپا و در ششمین زمستان جنگ جهانی دوم وضع ما چندان هم وحشتناک نبوده نان گونه که ما فکر میکردیم باید باشد گفتم که هر یک از ما باید از خود بپرسید تا کنون چی چیزهایی را از دست داده است که غیر قابل برگشت است فکر کردم برای بیشتر زندانیان میزان آن چرا از دست دادن واقعا ناچیز بوده است هر کسی که هنوز زنده بود دلیلی برای امیدوار بودن داشت سلامت خانواده، خوشبختی، توانایی های رفعی، سروت، موقعیت اجتماعی را میشد بار دیگر به دست آورد این امید است که باید باشد از آن گذشته استقان ما هنوز سالم بود سایی بزرگیرم بزرگی کس میگفت که هیچ کدام ندارم میگه تنوز استقان سالم داری نه؟ از این هم سر داره بخی تلاش کن اما آنچه بر ما رفته بود میتواند در آینده برای ما سودمند باشد پند یاد گرفتیم درس یاد گرفتیم حال وقتی عبارت نیچه رو بازگو کردم که آنچه موجب مرگ من نشود مرا نیرومندتر میسازد اگر اگه نیچام گفته باشه ولی رابرام مازلو گفته سختی که مرا از بین نبره از من موجود قویتر تر میسازد این که از هر بزرگواری باشه این جمله جمله خوب است هر سختی که مرا نابود نکنه مرا قوی میسازم هر مشکلی را که حل میکنم تواناتر میشم بنان میگه با ایشوار شروع کردم با ایشوار تو هم ایشوار دقت کن کلام و سختی هایی را که حل کنم مرا انسان بزرگ میسازد رنجی که مرا از بین نبرد مرا قوی تر میسازد این جمله یاد ما میگم ما دیگه شروع کردم بر کل زندانیا گفتم بیادر را که زنده بانی تو بزرگتر میشی فکر کو بر تو یک امتحانی داده شده دا خود قوی بساز و ایره استفاده کردم سپس راجی با این ده سخند که چطور آینده خود گفتم در نظر هر شخص بی‌طرفی آینده بسیار تاریک به نظر رسد. بی بی‌طرفی آینده بسیار تاریک به نظر میرسد بر هر شخص که بی‌طرفانه بین آینده تاریک از دیجه برای این عقیده بودم که هر یک از ما میتونه حد بزند چانس زنده ماندنش چقدر کم است بانان گفتم با این که هنوز بیماری تیفوس تیفوس گفتیم یک مریضی ساریس یک مریضی ساریس از سرش پش با وجود میاد تا یک باکتریا میکنه مریضی تب شدید میگیره جلد خراب میشه اعصاب مرکزی خراب میشه این تو بپاس این مرض و بسیار ساری است در اردوگاه هنوز همگیر نشده بود ولی چانس زنده ماندنش چقدر کم بود با آنان گفتم کی که هنوز بیماری تیفوز در اردوگاه همگیر نشده ولی چانس زنده ماندن خود من 5 درصد است خود دکتر فرانکل چانس زندگی میگه 5 درصد بود 95 درصد امید نبود ولی در 5 درصد استاده شده این مرد ای ما 10 فیصد امید نمی باشه 90 فیصد از امکانات چشم را میکنیم می 90 فیصد خود را نمی بیریم. 95 درصد امکان مردن بود 5 درصد زندگی از 5 درصد استفاده میکنن. کنن حقیقا بزرگ است دیگه با این حال هیچ خیالان را ندارم که خود را به نومیدی بسپارم برام دیگه میگه او میگه مردم ما 5 درصد امکان زندگیم است با می مریضی تاب داره روز روبرو هستم با مریضاش کار میکنم ما هر کس که امکان مردنم زیاد است ولی از مرگ نمیترسم نه امید نیستم زیرای چیز نمیدارد در آینده تا یک ساعت آینده چی روز روی خواهد داد مگر نه اینکه که یک سبر کوباسمان بیاند از سی با زمین نرسید هزار چرخ میخوره ولی حتی اگر انتظار رویدادهای نظامی رو هم در چند روز آینده نداشته باشیم کسی بهتر از ما با این همه تجارب اردوگاهی میداند که گاهی به طور ناگهانی چی چانس های دست کم برای فرد پیش می به طور مثال ممکن بود زندانی را به طور غیر منتظری به گروه ویژه منتقل کند که باز هم به طور استنادی موقعیت خوب کاری بهرمند باشد زیرا همین چیزها بود که چانس زندانی را برآورده میکرد در سخنانم با زندانیان گرسنه تنها از آینده و نقابی که بران کشیده شده بود نزدم بلکه از گذشته زیبایی ها و روشنایی هایش که در تاریکی زندگی کنونی ما می سخن گفتم تنها از نگفتم خاطرات خوب گذشته را یاد کردم نگه میخواین سخنران امید با اینده و تجارب خوب گذشته را یک جایی کنیم برشان گفته مثل خودش با همسرش در ذهن خود صحبت کرد و قلبش نور گرفت برای زندانی ها از گذشته خوب خوبتان هم گفت یاد کنیم انسان های بزرگی بودیم دستاورد های خوبی داشتیم برای اینکه سخنانم جنبه وزن نداشته باشد عبارتی را از شاعر بیان کردم آنچه که شما تجربه کرده اید هیچ نیرویی در دنیا نمیتواند از شما باز ستاند سخن شاعر است سعی کنین در مسیر زندگی شدن مهم است وقتی تو سختیار رو تیر میکنین، انسان بزرگ میشی میگه برشان گفتم این سخنه که وقتی اینی تجاربت هیچ کس از تو گرفته نمیتونه این بزرگی تو رو دیگه کس از تو گرفته نمیتونه این مقاومت تا گرفته نمیتونه نه تنها تجربه های ما بلکه با, با همه آنچه انجام داده ایم هم اندیشه های بزرگی که در سر داشتیم و از همه آنچه که در رنگ بودیم، چیزی رو از دست نداده ایم. گرچه همه اینها گذشته است ولی ما اینها را اصلی بخشیده ایم زیرا بودن نوی هستی است شاید هم مطمئن ترین شکل آن همی که هنوز زنده استیم. سپس در مورد فرصت های بسیاری که به زندگی معنا می بخشید سخن گفتم من بر رفقایم واقعا انسان بزرگوار است در در نومیدی در فکر که سخنی نمی چطور که سخن گفته که بی حرکت دراز کشیده بود و گاه، گاهی آهی می کشیدن. گفتم زندگی بشر در هر شرایطی هرگز نمی تواند بی معنا باشد در این زندان هم بی‌معنا نمی‌باشد در این کشور خود بی‌معنا نمی‌باشد و این معنای بی پایان زندگی رنج و میرندگی محرومیت و مرگ را نیز در بر دارد خودش معنای زندگی است این رنج یک معنای زندگی است مرگ یک معنای زندگی است مرگ نمی بود زندگی کسالت کس آور بود مرگ نمی بود زندگی بی می شد مرگ نمی بود مرگ هویت به وجود می آمد از این انسان سرگشته که در تاریکی کلبه بعد دقت به سخنان من گوش میدادن خواستم به بحرانی بودن به بحرانی بودن وضع خود پی برند آنان نه تنها نباید دست از امید بوشند بلکه باید ایمان داشته باشند که پا در هوای مبارزه ما از عظمت و معنایش نخواهد کاشت و باید همچنان شهامت خود را حفظ کنند برشان گفتم امید هم آم داشته باشین ایمان هم داشته باشین شهامت داشته باشین میشه بخیر با آنان گفتم که در این ساعت دشوار و مرگبار دوستی همسری یک مرده و یا یک زنده یا خدا چشم به ما دوخته است و انتظار ندارد نه امیدش کنیم او امید به این بست است که ببیند ما بر سر افراشته رنگ میبریم نه با بدبختی و خفت و هنر مردن را آموخته ایم میگه خدا میگه برشان گفتم خدا از ما میخواهد که ببیند در مقابل سختی و ما سر ما بلند است قامت خدای ما استوار است نمی‌خواهد خدایمان ما ببیند که ما سر ما خم مانده در مقابل سختی نمی‌خواهد. خدا هم از این بنداش میخواهد قوی باشد. و خدا وصل کردی قلبتا مطمئن باش بزرگ باش قوی باش بید لرزان نباش و سر انجام سخن از فداکاری به میان آوردم سعی که چطور میره چی سخنان بزرگی چطور کاتیواتی میبره کلام طرف از آینده میگه از گذشتهای کامیابش میگه از استقامتش میگه از, از توجه خدا بری بنده میگه و از فداکاری میگه فداکاری در هر مورد معنا پیدا میکرد فداکاری فداکار باشیم دوستای نازنین یک کمک مالی کنیم یک کسی را یک آردی بتیم برنجی بتیم نانی بتیم دستی را و در طبیعت این فداکاری بود که دنیای طبیعی مادی بدان به دیده تعجب می نگرست و آن را بی می پنداشت در حالی که فداکاری ما در واقعیت معنای جرف داشت من بی پرده با آنان گفتم کسانی که ایمان مذهبی دارند این مسئله را بازانی درک می کنن. داستان رفیقی را برایش بازگو کردم که در ابتدای ورود به اردوگاه با خدای خود پیمان باسته بود که رنج و مرگ را به جان میپذیرد تا کسی را که دوست میداشت دچار دو سرانجام و وحشتناکی نشود ایمان قلبت سرشار از ایمان کن میگم من قصه دوستی را کردم که روز اول آمدیم با ایمان بود گفت خدایا من با تمام وجود میباشم نمیمانم کسی رنج ببره حتی حاضر استم رنج زور خودم بکشم فداکاری برای این مرد رنج و مرگ پر معنا بود فداکاری و معنای بس شرف داشت او نمیخواست برای هیچ بیمیرد نمیخواست ناق بیمیرد میخواست دال خدمت بمیرد بزرگای تاریخ دیدین مرگ در بستر برشان شرم بود مرگ در مبارزه باید باشه همانطور که هیچ یکی از ما نمیخوایم چنین بمیریم تو میخوای بیوده بمیری بی حتما جواب نیست تو بزرگوار است بیهوده مردن بد مرگست. مرگ در مبارزه مرگ در راه ساختن وطن مرگ در راه خدمت مرگ در راه حقیقت مرگ از زندگی که در دا بارزش است منظور من از بکار گرفتن هم این واجه ها این بود که در آن زمان و در آن کلبه و در آن وضع مرگبار معنایی برای زندگی زندانیان بیابم با همی چیزا سوالیه خلق میکرد از این زندانیان تا او خودشان معنا پیدا کنند و بدیده با باز شاهد تلاش و آمیز خودم بودم دیدم چقدر تاثیر میکنم کارای موفق بودم چطور نمیکنی سخن خوب چطور موفقیت ندار انگیزه میتی یک سخن یک زندگی رو میسازه زیرا وقتی برق, رو برق روشن شد پیکرهای نایف دوستان هم را دیدم کفتان و خیزان با دیدگان اشکالوت برای سپاسگزاری به سمت من می آمدن کریه کنان می آمدن دکتر تو چی جانانه جا هستی خود جان دادی بازم می بینیم یک فرقی وقت وطن ما داره بخاطر <سؤال> ما آدم خوب قدرش نمیفهمی. نمیفهمیم خدا نمیگم دیگه آدم های خوب بزرگ از قدرش رو نمیفهمیم کسی که بعد تانس میکنه میگنه دیوانه خطاب میکنه اونا قدرش همه فهمید زندانی بودن نان خوردن هم نداشتن اما قدر سخن فهمیده بودن اینجا <سؤال> که سخن <سؤال> کنی سیمینار بانی میگی دیوانه شده قواره تا میگی قواره چیکار داری البته تو خیر دیگرها رو نگوید گلاوری فکر گفتم. شما بزرگوار اما باید اعتراف کنم که بعد از پیش آمد پیش می آمد من نیروی برای سهم شدن در رنجهایشان داشته باشم با این حساب گویا فرصت های بیشماری را برای این کار از دست داده بودم میگه من نمیتونستم دو دردشان شریک شوم ولی حداقل یک نیرو داده بودم من کاش یا است که من میتونستم رنجشون رو بکشم شانه بارشون کم کنم خب این میگم نمیتونستم ولی حداقل برشان پیام خوب دادم و اینک بپردازیم به سومین مرحله واکن خود هنوز ما در مراحل زندانیا ها گفتیم سه مرحله داره که مرحله آمدن به زندان که یک ضربی روانی میخورد و مرحله واقعیت های داخل زندان و سیم باز مرحله آزادی بود و این اک بپردازیم به سیومین مرحله واکنش روانی یک زندانی یعنی روانشناسی زندانی پس از آزادی اما پیش از آن که این مسئله رو روشن کنم باید به با پرسش اشاره کنم که اغلب از روانشناسان می شود ویژه که روانشناس خود زندانی بوده باشد نظر شما در مورد رفتار روانشناسی نگبانان اردوگاه نوردوگا چیست؟ یعنی سوال میگه باید جواب بتم که میگه این سوال است که از روانشناسی که زندانی باشه معمولا پرسان میشه که می زندانبان ها چطور بودن از نظر روانی چگونه ممکن است انسانی که آمیخته ای از گوشت و خون است رفتاری را که بسیاری از زندانیان بازگو می‌کنند با آن اعمال کرده باشد میگه یا تا غیر قابل باور است از ظلم ستمی از که شنیده چه تو از دست یک انسان سر میزنه سعیست هم دکتر دکتر قندم بر او مردم با اخلاق ای چی بوده غیر عادی بوده اما در کشور ما عادیس این ظلم ستنم های قادیس از زندان شما که از زندان آشویتز که فرانکل بچهش اگر در افغانستان می بودی خود از دست داده بودی زندانت خوب بود از اینجا وقتی که انسان این داستانهای اولناک را میشنید و وقتی باور میکرد که آن آنچه زندانیان نقل میکند اتفاق افتاده است و افسانه نیست انسان از خود میپرسد از نظر آنشان چی ممکن است انسانی انسان دیگر را آنچنان شکنجه کند برای اینکه بتوانیم بیان که وارد جزیات شدیم به این پرسش پاسخ دهیم باید به با چند چیز اشاره کنیم ای وطن پدر اولاد کشت اولاد پدر کشت برادر برادر چش میشه کسی در در چاه های سیاه انداختن هم دیگره هم وطن هم, وطن هم وطنه کشت از ظلم هایی کردن که از زندانبان ها که دو خود زندانبان بود بیگانه بودی تو خود زندانی وسیل پیش بودی خود ظلم میکنن اینجا چیزهایی میکنه, چیزهای میکنه در این وطن انسان به جان انسان روا میداره که ایچ ایوانی نمیکنه هیچ ای ایوان ای بر شما سعی سوال بوده که چطور یک انسان میتونه تو کنه ما به چشم خود دیدیم که انسان چی بدایی میتونه که توی ده کتابت خبر نیستی خب خب نخست این که در میان نگبانان اده سادیست یا آزارگر به معنای واقعی بالینیان وجود داشت سادیزم یک مریضی است دیگر آزاری ما دو تا مریضی است سادیزم مازوخیزم مازوخیزم خود آزاریست بعضی خودشان شکنجره خوش را آزار ببینن زخم ببینن جرح ببینن اما سادیستا کسایی هستن که دیگرا را آزار میدن میگه یک تعداد و من روانشناس که میگه پرسان میکنی چرا ظلم میکنن یک تعداد میگه مریض بود مریضی سادیزم داشتن سادیست بودن آزارگر بودن و لذت میبردن سادیستا کسایی است که کس شکنجه دادن دیگرها لذت میبرن وطن ما نیم مز سادیست هستیم از بیابی دیگرها لذت میبریم از از توهین دیگرها لذت میبریم از لت کوبش از کشتنش ای قا ویدیوی کشتن اینجا پر است که ویدیوی ایچی چیزی نیست اینجا مثلا تو عنوان ویدیو را به تینمی ویدیو را مثلا صد نفر میبینید اگر میرم من عنوان نشته کنم دو نفر افغان دو نفر اونرمند افغان با هم جنگ کردن او ده میلون افغانی را میبینن که دو بان چی رقم جنگ کردن اگر عنوان به افغان گوشت افغان دیگری را خورد سی میلیون افغان میبینه چی رقم خورد ما این چیزا برای مال لذت بخش است سادیس سادیس این داره خب یکی میگه سادیس بودن دوم انگامی که مقامات اردوگاه برای انجام ماموریت های سخت نیاز به افراد داشتن آنان را از میان این آزارگران برمیگزیدند یعنی اگر از بین زندانیان میخواستن بر خود نفر بگیرن هم نازیا کیا را میگرفتن همین سادیستا را پیدا میکردن انگامی که به ما اجازه داده میشد پس از دو ساعت کار طاقت فرسا در یک بندان تل خودمان را در کنار آتشی که با خورده چوب درست کرده بودیم گرم کنیم از خوشحالی در پوست نمی گنجدیم. اما در این لحظات کوتا خوشی نیست سرکارگرانی بودند که از گرفتن آن خوشی از ما بسی لذت می بودن. یک تعداد از این زندانی ها سادیست بودن سادیست به این معنا که از آزار و اذیت دیگران لذت می بردن. مثلا گفت که وقتی حتی ما بعد از خون خوردن کنار یک کمکی آتش می آمدیم که گرم شیم امو جان را نمی مند. انگامی که نه نت، تنها تنها نمی گذاشتن که آتش بیستیم بلکه آن آتش زیبا رو روی برفا پخش می کرن. آتش هم کت لغت می زدن گل میکردن. برق لذت در چشمانشان می درخشید. وقتی آتش مورا گل میکت خوش می شدن که لذت می, می همواره در میان زندانیان کسانی بودند که در شکنجه و آزارگری تخصص داشتند و ها وقتی از کسی خوششان نمی آمد او را به این افراد آزارگر حواله می کردن اینا سادیستایی بود که از آزار لذت می بود بنان او ساکر نازیام کسی را که می خواستن شکنجه بتن در دست زمین ها تسلیم می شما آزار بتین چه قضی آزار رسان در وطن ما داریم سوم این که اکثر نگهبانان در اثر سالهای متمادی کار در اردوگاه ها و ناظر بودن بر شیوه های بیرحمانه و وحشیانه اردوگاه در شکنجه زندانیان احساساتشان مرده بود احساس شده بودن از ازبس که بدیره دیده بودن این مردانی که از نظر اخلاقی و روانی سنگ شده بودند حداقل کاری که میکردنی بود که خود از نقش فعال در آزارگری سر باز میزنن یعنی بزرگترین کمال اخلاقی بود که به کسی آزار نمیرساندن اما دیگر مانی آزار رسانی سایرین نمی شدند. مردم ما شما ما یک تعداد آزار میرسانیم یک تعداد سر خود پایین میندازه میگه به ما چی ما آزار نرساندیم ولی اونو مردای بزرگ که مانی آزارگری شوه نیست چهارم در میان نگهبانان هم پیدا میشد کسانی که دلشان به حال ما میسوخت برای نمونه به ذکر فرماندی اردوگاهی که من از آنجا آزاد شدم بسنده میکنم بعضی آدما در اونجا خوب بود سعی کنین خوبا در هر جای خوب میمانه یال یک داستانی میگه از خوبی یکی از فرمانده ها پس از آزادی ما معلوم شد که این فرمانده مبلغ زیادی از جیب خود پول خرج کرد تا از نزدیکترین بازار برای زندانیان خود دارو بخرد و این مسئله را تنها داکتر اردوگاه خود یک زندانی بود میدانست و بس چه آدم بزرگی بوده این زندانبان میرفت از پول خود از جیب شخصی خود دوا میخرید و میآورد کمک میکرد تو بزرگا در افغانستان داریم که از جیب شخصی خود یک کاری میکنند که تا بعضی خبر نمیشه در بعضی برنامه تلویزیونی میگه اینی قد پول از یک جای نامعلوم کمک شد ایچه حتی نام خدا نمیگیره بعضی بزرگا ببینین بزرگی رو فراموش نکنیم همیشه به خوبی یاد میشه اما نگهبان ارشد اردوگاه خود از زندانیان بود سختگیرتر از هر افسر اسسس رفتار میکرد در اونجا یک تضاد انسان اما تو که گفته میشه که تضادی که در انسان است روشنی روز و تاریکی شب با 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 بالاتر از فرشته به پستری درنده تر از ایوان درنده اما تر است اونجا دالی که یک نفر از خود از زندانیا ها میگان قدر سر ما ظلم میکد که مو عسکرهای نازی نمیکد در حالی که فرماندی اردوگاه تا آنجا که من میدانم هرگز دستش روی ما بلند نکرد این نگهبان با کوچکترین فرصتی که میاب زندانیان را لط کرد سعی که او نمیکد با وجود او صلاحیت ها ولی که از بین خود ما بود که این فرصت بنابراین با دانستن این که مرد یا نگهبان اردوگاه بود یا یک زندانی چیزی را حل نمیکرد در میان هر گروه مهر انسانی به چشم میخورد تا در کسانی که ما براحتی مورد ملامت قرار میدادیم در دا اون بین خوب بود مرز بین گروه ها دارای وجه مشترکی است و ما باید با گفتن این که این مردان فرشتن یا دستن اهریمن به این نتیجه بسیم هر جای خوب و بد داره. حتی متاسفانه ما بعضی ولایات نامشه و از این نه در هر جای خوب و بد است مسلما وقتی یک نگهبان یا یک سرکارگر با وجود همه کنترل های اردوگاه نسبت به زندانیان رفتار مهرامیزی داشت در جهت مثبت و انسانی گام برمی داشت اما پستی زندانی را که با رفقای زندانی خودش آنچنان رفتار ناشایسته داشت چی می توان توجیه کرد او می از بزرگ شمعی تو بود که در خود زندانیا دسته سازی میکرد و خراب میکرد دیدین تو کارمندا و رفقایتان چاکنی میکنن بر است که کمبود شخصیت چنین مردان برای زندانیان منقلب کننده بود در حالی که از کوچکترین حرکت میرامیز هر یک از نگهبانان عمیقا به اجان می آمدند کم بود مهر کم بود یک نفر که محبت میکرد خوش میشدیم در می افغانستان محبت کنی. چی آدم بزرگ کار عادی انسانیت انجام دی آدم بزرگ معلوم میشد چون از بس که انسانیت نیست در آن لحظه آنچه عشق را به دیدگانم جاری کرد تکی نان نبود بلکه چیزی از انسانیت بود که این مرد به من داد واجه ها و نگاهی بود که امراه امراه دادن نان به چهره هم گسترد و گوش هایم را نوازش کرد کلامش میگشکای می مجاری کرد شاید نان میداد کمک کمکم نمیکرد ولی که امی یک دوتا یک گپ خوب گفت از هر چیز کرده کمک کننده بود یک واقعی جالبه در اینجا برتون گفته بیان که بخونیم واقعی جالبی که در رابطه با این فرمانده سس روی داد امواد امریکایی خوبش می رفتاری است که چند نفر از زندانیان یهودی با او در پیش گرفتند در پایان جنگ انگامی که امریکایی ها زندانیان را از اردوگاه ما آزاد کردند سه جوان مجارستانی یهودی این فرمانده را در جنگل های باوریا پنهان کردن و سپس نزد فرماندی نیروی امریکایی که بسیار علاقمند این افسر را دستگیر کند رفتن و گفتن تنها در صورت قول به آسیب با او نخوان رساند دازرن محل پنهانی او را نشان دهند اینا اینها زندانیان بزرگواری کردند وقتی امریکایی ها اینجا آمد میخواستن رو دستگیر کنه گفت کردن رفتن گفتن به شرطی نشان میتیم که قول بیتی بر شاسیب نمیرسانی پس از مدت افسر امریکایی سرانجام به این سه جوان قول داد که با افسر اسس در اسارت آسیب نخواهد رسید افسر امریکایی نه تنها به قول خود وفا کرد بلکه در واقع فرماندهی پیشین به نحوی در پست خود باقی ماند و سرپرستی جمعآوری پوشاک از روستاهای نزدیک باوریا را و توزیان در میان ما با او سپرده شد زیرا ما تا آن زمان در اردوگاه شویس از لباس کسان استفاده میکردیم که نگون بختر از ما بودند و بعد ورود به ایستگاه ترن به اتاق گاز فرستاده میشدند خوبی هم جای خود وقتی امریکایی ها میه سی جوان میره یا می فرماندی که در اقشان خوبی کده بود پنهان میکنه قول میگیرن که چیز نگوی و او هم چیز نمیگه سر قول خود استاده میسه که یک مردی هم که قول میتین سر قول تن استاده شد چقدر قول شکنید در وطن ما چقدر است حتی تا جایی رسیم که و شست و زمانت نگیریم نمیمونیم در حالی که یک مرد وقت قول داد باید سرش استاده باشه هم کل جوان مردی هست بینده با هم دم پوستش باقی ماند و وظیفه دارن که خیر تو برو لباس جمع که برای چون ما میگه پیش از اون لباس مرده ها رو میپوشیدیم و از اینجا یک پند دیگه هم بگیریم که خوبی کس فراموش نکنه حتما پس ادا کنه ای به خدای کتاب سراسر سر آزادی انسانیت شرافت اخلاق در خود نفته داره ما چون میگیم زیاد توضیح نتی ما با او خاطر میگذارم مگر هر خط یک پند است یک اندرز است که تمام از همان چی برای تان گفتم پی میبریم که در جهان تنها دو نژاد وجود دارد نژاد مردمان کامل و ناقص نه سیاسی سفید است یه عرب است فلان نه دو نوع مردم داریم مردان آزادی مردان شرافت مردان اخلاق یا انسان مردان وقتی میگه مرد و زن در این جدف است انسان کامل انسان خوب و در مقابل انسان ضعیف پست لچک بیادب ظالم فرق نمی از کدام قریه و مملکت است به کشور خود در خانه خودت میتونه انسان پست باشه در دورترین قسمت ها میتونه انسان پاک با شرف باشه و انسان های با شرف با هم پیوند دارن در جای دنیا هستن بنان انسان ها را میگه به شمال جنوب و زرد زرد و سرخ و نجاد اینا تقسیم نکن انسان ها را به انسان خوب و بد داریم این دو نژاد در همه جای یافت می شوند زیرا در میان همه گروه های اجتماعی نفوذ می کنند هرگز نمی تان گفت این گروه کامل است و این گروه ناقص نه در هر جای در هر قریه در هر منطقه در هر کشور خوب و بد وجود دارد فقط فرقی در بعضی جایها خوب زیاد است بعضی جای بد و زیاد است به این ترتیب هیچ گروهی از نژاد خالص نیست بنابراین گاه گاه با, با این گونه افراد کامل در میان نگهبانان اردوگاه هم برمیخوردیم زندگی در اردوگاه کار اجباری زاویای روح انسان را می و جرفای آن را نمایان میسازد آیا شگف انگیز است که در آن جرفای روح انسانی بار دیگر تنها به خصوصیاتی از انسان بر بخوریم که طبیعتش آمیخته از خوب و بد است ای حتی اون انسان ناقص و کامل در وجود خود ماست خود ما ظرفیت خوب شده نداریم, زرفیت شده نداریم. زرفیت شدن نداریم ظرفیت بد شدن نداریم ظرفیت فرشته شدن ظرفیت شیطانی شدن نداریم ای در وجود خود ما انسان کامل ناقص داریم کدامش انتخاب میکنیم شگافی که خوب را از بد جدا می سازد از همه انسان ها می گذرد در وجود کل ما به پایین ترین سطح هم می و تا در جرفای آنچه که به رودگاه کارجباری گذاری شده آشکار می گردد هر جای احتمال وجود دارد. و اگنون در آخرین فصل روانشناسی رودگاه کارجباری می رسیم به روانشناسی زندانی که آزاد شده است از در مورد زندان بانام گفت اما مرحله سیوم خوی زندانی که آزاد میشه دیگه چی آسیبای روانی خورده یا چی بزرگی را از نظر روانی پیدا کرده سر از این میپردازیم در توصیف تجربه های آزادی که طبیعتا باید از تجربه های خودم باشد به با آن بخشی خواهم پرداخت که از صبح روزی است که پرچم سفید بر پس از روزهای پرسترا بر فراز دروازه اردوگاه به احتزاز در آمد سلیب سرخ آمد در این زمان حالت سرگردانی درونی ما تبدیل به استراحت شد اما اگر بگویم از خوشحالی دوچار جنون شده بودیم اشتباه کرده پس چی اتفاق افتاد؟ ما زندانیان با گام های خسته خودمان را به سوی دروازه اردوگاه می کشیدیم با ترس و دلهره به اطراف می نگرستیم و نه نگاه یا دیگر سوال پیچ می کردیم که ما با از اینجا فیر کنن باز اسیر شدیم باز چی دل نادل بودیم بعد چند گامی به بیرون اردوگاه می رفتیم این بار کسی بر سر فریاد نمی زد و هیچ نیازی نبود برای فرار از لگت یا لد جای خالی کنیم دیگه او فرماندهای ظالمی نبود که سر ما امر اینجا حتی نگهبانان به ما سگرت تعارف میکردن کردن ابتدا را نشناختیم زیرا باشتاب لباس هایشان را عوض کرده و لباس شخصی پوشیده بودن در کشور ما دیدین نه؟ تو زود لباس تعویز میشه؟ چطور تو انسان ها تغییر می این انسان هایی رو دیدین وقتی در پوست بود دفاع می کرد که او فلانی دولت فلانی دولت مرد فلانی است ایت درست ایت درست ایت درست همین چاکی پس می صوبش می دیدی او جرم جنایت از قسم تو بیدر در دیروز چی تو تحمل کرده بودید این هم میگه آجل لباسهای خود تغییر داده بودن بر ما سکرت تعرف میکردن لد نمیکردن بفرما سکرت بید حال شما شاو که سیگارت نکنید چندان چیزی نیست خود همون جدا مو قوای خونو در بعضی کشورها زیاد است مصرف سیگارت متاسفانه زن و مرد مصرف میکنند کدام صفت خوب ندارد یعنی حال شما رو شروع نکنید از کل بزرگی از انسان ها یک زیاد یاد بگیرید بیا سیگارت سالو کریم یک بده که ما بفرو سیگارت بکنه چندان کمال نداره خود جمع بود دیگه چیزی که بود در بعضی کشورها تا سیگارت بسیار چیز قیمتی است از افغانستان که میرن یک دور سیگارت که میبرن خرجش با آرامی در امتداد جاده ای که از من شب می قدم می زدیم پاهای من درد گرفت و ممکن بود در لحظه بپیچد اما همچنان لنگ لنگان می رفتیم و می اطراف اردوگاه را برای نخستین بار با دیدن مردان آزاد ببینیم و دیدی یک انسان آزاد پای دردی دیگه مهم نبود آزادی را تجربه شمید لیک آزادی گرامی تر عزیز آزادی از هر چیز گرامی تر است با خود تکرار می کردیم آزادی اما هنوز نمی‌توانستیم با باور کنیم که آزاد هستیم از بس تیر کرد. پرنده که در قفس تولد شده آزادی را مریضی میدانه عیب میدانه ما تای سالیان متمادی که در آرزوی آزادی بودیم و آنقدر این واژه را بر زبان رانده بودیم که دیگر معنای خود را از دست داده بود دیگر واقعیت آزادی به زمیر ناغای من رخنه نمی کرد و نمی توانستیم این قدر را بپذیریم که اکنون آزادی از آن ما بود باور ما نمی شد که ما آزاد شدیم به چمن پر از گل رسیدیم گلها را دیدیم و به یاد آوردیم که آنها همیشه آنجا بودن اما ما هیچ احساسی نسبت به آنها نداشتیم چون ما آزاد نبودیم ما گوسفندی بودیم مثل علف بر ما مواد خوراکه معلوم میشد گل نخستین جرقه جرقه شادمانی زمانی سرشارمان کرد که خروس با دم رنگ رنگان دیدیم اما این جرقه همچنان چون نقطه کوری باقی مان زیرا ما این به این دنیا تعلق نداشتیم جای ما نبود مملکت ما نبود از خراسان مم خراسه دو دارم خراسه ای بسیار دوست دارم یا میگه خراسه دیدم خوش در مورد خراست هم گپ علی شریعتی زنده یاد یادم آمد میگه همسایه کاکایم شو نه مقبول داشت و میگه هر وقت می پشت از خراس دق میشدم بابانه خانی کاکای میرفته رفتم <laughs> که من خراس ببینم یک گفت روز گفتم که خراسک نیست کاکا چیشت خروب چی شد گفت بچه‌م رو کشتن چرا کشتن گفتم سایه شکایت کرد که سو وقت ازان میتم از خوبی دار میکن. این که اوجا مفاهیم در مرکزی که مردم از خواب بیدار کنه او را میکشه در این وطن کسای خریدار داره که کلی گره للو للو خواب بده بیداری جرم داره بیداری قطع زباد قطع سر داره شامگاهان وقتی که بار دیگر همه در کلبه های من گرد آمدیم یکی در گوش دیگری زمزگه کرد بگو ببینم امروز خوشحال بودی وان مرد با شرمندگی و راستش را بخوای نه او نمی, نمی که ما همه هم این احساس را داشتیم کل ما خوش نشده بودیم در واقع ما احساس خوش بودن و خوشحال شدن را از دست داده بودیم و باید به تدریج این نر خوش بودن را دوباره می آموختیم غمگینی رو یاد گرفته بودیم. دیدین وطن ما را غمگین ترین کشور دنیا شما شد ما هنر خوش بودن دیگه از دست دادیم ما مثل مو زندانی ها و بدتر از وست آنچه که از نظر روانشناسی برای زندانیان از بند, رست... بند رسته اتفاق میفتاد شخصیت زدایی نام داشت شخصیت خود از دست داده بودن تغییر شخصیت شده بود همه چیز غیر واقعی به نظر می رسید باورشان نمیشه تزقه سختی بسی وقت دیدی تو تو میکنی که باید سایی میبینم نمیبینم دست میزنی کمی هست یا نیست باورت نمیشه مانند رویا ما باور نداشتیم که آنچه میبینیم واقعی است فکر میکنیم در خواب میبینیم در سالهای گذشته چه بسا در خواب گل خورده بودیم این چیزها در خواب هم دیده بودیم در میترسیدیم براستی خواب نباشه خواب میدیدیم که روزی آزادی فرا رسیده ما آزاد شده ایم به کاشانه خود بازگشته ایم به با دوستان من خوش آمد ما رو در آغوش میفتیم به سر میز نشسته و از آن چی بر ما رفته بود و حتی از خوابهایی که از روزهای آزادی دیده بودیم سخن می گفتیم. و آنگاه اشبلاق زندانیان پایان رویای آزادی ما بود و حالا این خوابها ها قد پیوسته است اما آیا می باور کنیم این چیزها رو میگه ما در خواب دیده بودیم با این قد باور ما بدن کمتر از ذهن نیروهای بازدارنده دارد و از همان لحظه نخست از اکثر استفاده را از آزادی میکرد زندانی پس از به دست آوردن آزادی ساعتها و روزها چون قهتی زده ها حتی در نیمه شبان نیز غذا میخوردن <applause> نان نبود نه حالی میگه نان خورده میرتن شب میخستن تا از خواب نان میخوردن قندولکار آنچه انسان را به شگفتی وا میدارد این است که مگر انسان از نظر مقدار چقدر گنجایش خوردن دارد چقدر؟ وقتی یک روستایی که روابط دوستانه با یکی از زندانیان پیدا کرده, کرده زن و او را به خانهش دعوت کرد این زندانی بی وقفه غذا خورد قهوه نوشید و کمی کارامش به دست آورد ساعت حرف زد یک آدم از اون قریه که تازه آشنا شده بود که بود خانه پرخوری قهوه و قصه کرده برو دلک تنگ دیگه وای وای که دلک تنگ خود پشتام قصه میکته گام زر نان زود میخورد ملامتش نکنین گوش نه دلکش تنگ است اجازه بدید اجازه بعضی ها رکس میمونه میگه سایی کوی برفکت از این چیز میخوره این ناخوردن خدا نمیفهمه محروم بوده دل بسوزانه ما تو هم اگه امکاناتی را که امروز میفهمی که قاشق پنجه خورده میشه که دستی پیزای خورده میشه اگه بر ما موزش از کجا میفهمیدیم دل بسوزانه نمی هم وطن محروم بوده عکسش برش خندی ننداز عکس شب چش پر بنداز که یک افغان اتقه محروم بوده تو مندازی که لباس پوشیدن خدا نمیفهم از کجا وقتی یاد نداده شده برش انسان به تربیه نیاز داره ما تو مگه ما بسیار چیزا رو همین روز نمیفهمیم حتی از این تلفن مثلا خوب استفاده نمیتونم نمیفهمیم چی تو میشه کمتر نمیخوره خاموشش نیدین وقت تو خارج میری اگه هم چیزا رو نابلدی نمی کنی؟ خود ندیدیم آموزش ندیدیم اون هم که از اطراف کابل آمده نابلدی داره به راهنمایی نیاز داره تو خارج میری باید خارجی رو سر درش کنه که تو استفاده رو از میبینی فلان چیز می راهنمایی نیاز داره سرانجام از فشار یک سالها ذهنش می آزرد رها شد انسان وقتی برفایش گوش میکرد احساس میکرد که ناگزیر و مجبور برف زدن است و در برابر اشتیاق خود برف زدن نمیتواند مقاومت کنه پیشوری خود نمیتونه, پیش نمیتونه. میفهمه زیاد گپ زدن خوب نیست ولی دلک تنگش سخن گفتن میره من کسانی را میشناختم که تنها برای مدت کوتاهی در چینی اکثر عمل را نشان میداد در یک جایی که مثلا بازرسی می توقف میکرد قصه کده میرفت روزها سپری میشد تا این که نه تنها زندانی زبان باز میکرد و بدون وقفه صحبت میکرد بلکه چیز دیگری هم در او میشه گفت و در این زمان بود که احساسات خاموش و طور ناگهانی زنجیر میگذاشت او چیزهایی که پت شده بود حال خنده میتونست از اون میتونست چیغ زده میتونست فریاد کشیده میتونست آزادی را تجربه میتونست چند روز پس از آزادی یک روز من در دهکده که چمنزار پر از گل بود کیلومترها را رفتم مقصدم بازاری بود که نزدیک اردوگاه قرار داشت چکاوک ها با آسمان پر می و صدای شادمانه ها را می شنیدم هیچ کس در آن اطراف به چشم نمی چیزی جز من زمین وسیع و پهنه آسمان و آوای خوش چکاوک ها و آزادی فضا, آزادی فضا نمی دیدم. چیزی که صداش گل بود و آزادی بود استادم به نگاه کردم و با آسمان نیست چشم دختم آنگا زانو زدم و در آن لحظه خود و دنیا را فراموش کرده بودم تنها یک جمله در ذهنم بود اما آن جمله همیشگی من یزدان را از زندان کوچکات فرا خواندم و او در آزادی پهنه وسیع پاسخم داد ای hey, و خدا باور داشت خدا را بخوای خدا در قهر چا میرسه یوسف از چا نکشید خدا را بخاید. تو خود چام نیست هرچند انسان بزرگ وارد در چام باشه خوب است هر کجا که یوسفی باشد چوما جنت است هر چند که باشد قهر چام قهر چای از جنت است انسان بزرگ وارد در زندان باشه زندان کتش بزرگ یوسف در زندان زندانی روحیه نمیداد گره درس عبرت درس صداقت نمیداد تو بزرگوار باشی چی در زندان چی در چاد چی در روج نعمت هر جای تو بزرگی پخش میکنی تو خوبی حتر تنت حتر کلامت حتر اندیشی خوبت میپیچه انسان بزرگوار شد زانو زد که خدای آمد از زندان خواستمت اینه آزادی به اینجا جواب میدی که اینه بنده من میتونم یک کسی را از احر ظلم و ستم برهانم بشرتی که صبور باشه تا چه زمانی زانو زده و این جمله رو تکرار میکردم چیزی به یادم نمی آورم حتی چیزی که میدانستم این است که در آن روز و در آن ساعت زندگی تازه زندگی من تازه آغاز شد گام به گام پیش رفتم تا اینکه بار دیگر خودم شدم یک انسان راهی که باید از تنش و فشار ذهنی روزهای آخر در اردوگاه از آن جنگ حساب تا آرامش ذهنی تعیین میکردم یقینا خالی از مانی نبود اگر ما فکر میکردیم که زندانی آزاد شده دیگر به مراقبت روانی نیاز نداره به چار اشتباه بودیم نه آسیب خوردن نیاز داره کمک شود اما امروز بسیار مردم ما ماینه خانه میگه شاید سال در زندان بودم برقم میدادن لکه کوب میکردن کمک نیست بلکه برعکس باید به این واقعیت توجه میکردی مردی که برای آن زمان دراز زیر آن چنان فشار روانی بوده بویجه که این فشارها به طور ناگهانی رها میشد طبیعتا پس از آزادیش در معرض خطر است این خطر به معنای بهداشت روانشناسیش واکنش روانشناسی آن فشارهاست چنان که بهداشت جسمی کارگر در زیر دریایی نیز در صورتی که محافظش را به نگه ناگهان ترک کند در خطر است که زیر دریا کسای کار میکنه اگر محفظش خراب شد فشار آب خرابش میکنه اون تو ما یک فشار روانی بودیم به مراقبت نیاز داریم مثل که آدم به مراقبت نیاز داره بنابراین مردی که با نگاه ناگهان از فشار روانی رسته است از نظر اخلاقی و بهداشت روانی بسیار آسیب پذیر است به که چه احتیاط کنیم کمکش کنیم مم. کسانی که دارای طبع بدوی تر از دیگران بودن در این مرحله روانشناسی نمیتونن از تاثیران وحشیگری های زندگی اردوگاه در امان بمانند خودشان وحشی شده زندانی و حالا که از آزادی برخوردار بودن گمان میکردن که میتونن با هرزگی و به شیوه ستمگرانه از آن استفاده کنن خود هر بدیر اجازه اقدمند شده بودن میخواستن اقده خود خالی کنن بعضی وقت آدمای های بده که میبینین دل بسوزانه در کودکی سرش ظلم شده ستم شده فامیل خراب داشته سرش تجاوز شده این چیزا اقدمندش ساخته او که بد که تو دل بسوزان نلسون ماندلا بعد از سالها از زندان آزاد میشه میری یک روز زندان میگه میخوایم مو زندان مرا ببخشم که سر ما ظلم کرده بود چون ما وردی ما زندانی بودیم فقط ما اون پنجره بودیم ای سونه پنجره بود. او در جهالت خود زندانی بوده اما او مرده بود کرد ما باید دل بسوزانیم شما جبارای تاریخ پرسان کنین دوری کودکی زشت داشت داشتن من بودن وقتی به قدرت رسیدن امر در آمد قتل آم کردند. آدم خوب قتل میکنن نه آدم خوب عشق کسی را اینام که کسی رو دیده به بران اینا یک تعداد که میگه آدم های کوچک بودن برخورد خراب میکردن تنها چیزی که باشگون شده بود این بود که آنها ظالم بودن مظلوم تا دیروز مظلوم بودن آلی ظالم این می ظالم ها ستم تیر کردن اکثرشون آنان دیگر از حالت شی بودن در آمده و تبدیل به کسانی شده بودند که با نیروی اراده و برالگزنده بیدادگری میکردن ولی خود هم ظلم میکرد سعی که بازم تجارب زندگی به ما دو چیز یاد میده بعضی ها سختی ها انسان بزرگ جور میکنن که میبره به سختی و مشکل و رنج و درد کار میکنن اما بعضی ها را پست میسازه و میسازه که بر آمد حسیب زده میره دگراره پن نگرفت که ما خودم چقدر ره. و میخاطر دینی ما و شما که میگه چیزی که با خود نمی پسندی به خود نمیپسندی به دیگران نپسند وقتی خودت ظلم بدید نامت سر دیگران روا ندار آنان شیوهی رفتارشان را با تجربه های تلخ و وحشتناک خود توجیه میکردند که این مسئله اغلب در رویدادهای جزئی نیز به چشم میخورد چنان که روزی با دوستی از مزرعه دست در دست میگذشتیم و به سمت اردوگاه میرفتیم ناگهان به مزرعه گندم سبز رسیدیم من بی اختیار سر را کردم آن را لگت نکنم اما دوستم با دستش دستم را کشید و مرا کشان کشان از لابلای گندم برد میگه من نمیخواستم سر گندم سبز پای بنام و دوست دقدمندم نه مرا کش کرد که بیا به قصیش من من مکس کردم که من بادا گندم جوان رو لگت کنم دوستم برا شفت نگاهی پر از خشمی به من انداخ و فرزیاد ها ببینم هان که از ما گرفتن کافی نیست همسرم و فرزندم را به اتاق گاز فرستادن والا تو مرا از لگت مال کردن چند ساقی گندم من نمیکنی؟ دیدین در ای کشور عیوان میکنیم درخت چپم میکنیم انسان چی؟ سر ما ظلم شده او بیا در سر تو ظلم شده ما بزرگی و اخلاق تو کجاست تو بزرگ شو زیک فرق دو انسان دو دوست دو رفیق دو تا دو هر سر شین ظلم آمده اما یکی شی بزرگی یافته میگه گندم زیر پای نکنه اما دیگه شوق دمند است میگه نه سر مک ظلم شده ما باید ظلم کنم تنها با و حوصله باید با این مردان میفهماندیم که هیچ کس حق ندارد خطا کند حتی اگر او با او ستم رفته باشد قرار نیست بد شد بد کنی اگر تو با بد بد کنی پس فرق چیست اگر تو هم بد میکنی خیر فرق تو هم زندانبان چیست تو امو کاپو چیست تو امو اکثر اسکر اسس چیست نکام وطنم ظلم میکنی غال ما غال میکنی من کسایی دارم امروی پدر خود اقتا ولی پدرم تو کرد خوب بچه تو نشد داری که مثلا خوبی تو را خواست. امرای امروی دیگر ها دشمنی نکو تو بزرگ شو خیر فرق تو کت از که تو باور داری پستی که خیر چیز خود تو هم یک پست فرق نیست. او یک روز پیش پس بود تو یک روز بعد پست ما باید با تلاش پیگیر آنان را به سوی این حقیقت میراندیم وگر نه نتایج شومتر از از دست دادن چند هزار ساقی گندم با بار میارد ولی گندم از بین برده وقت انسان از بین میبره من هنوز یک زندانی را به یاد میارم کاسینهایش را بالا زد دستش را زیر چشم گرفت و فریاد زد بریده باد این دست من اگر اون را پس از بازگشت به خانم به خون ستمگران نیالایم دست خدا برزد که گیره که کت خونشان سرخ نکنم نمیمانم من تاکید میکنم که گوینده این واژه انسان بدی نبود بلکه بهترین رفیق من در اردو پس از آزادی بود اما بهترین هم بعضی وقت تو پس شد علاوه بر بیمارگونگی اخلاقی که ناشی از رهایی ناگهانی از فشار بود دو تجربه اساسی دیگر نیست شخصیت زندانی آزاد شده را تهدید میکرد خب یک پند گرفتیم که سختی بعضی را خراب میسازه یک تعداد ولی باز هم خوب میباشد یک تلخی زندگی پس آزادی و دوم سر سرخوردگی پس از بازگشت به زندگی پیشین یک توقف پس میره از یک جایی که بود شروع کنه برش بعضی ها سخت بود تلخی زندگی به علت مسائل بود که او در شهرش با آن مواجه میشد به این منو وقتی به شهر خود باز میگشت در بسیاری جاها با سردی او را می پذیرا میشدند و جملات پیش افتاده تحویلش میدادن انسانها را لطف کنین امرایشان مخصوصا او کسایی که رنج دیده را زیاد لطف کنین توهین نکنین کسی را تحقیر نکنین دست کم نگیرین وقتی همان جملات کلیشه‌ای را از مردم میشنید که ما نمیدانستیم یا ما هم رنج کشیدیم به خود میگفت آیا واقعا اینها جملات بهتری برای گفتن ندارن اما مسئله و تجربه سرخوردگی چیز دیگر است اینجا دیگر حکایت دوستی نبود که سطح نگری و نداشتن احساس بود که بیزار کنند که شخص سرانجام احساس میکرد میخواد به گوشه بخذد و دیگر صدای انسانی را نشنود و چیدای انسان را نبود بلکه داستان سرنوشت بود کانچنان ظالمانه و بیرحمانه او را در هم کوبیده بود مردی که سالها فکر میکرد عد مطلق هم رنج های ممکن را لمس کرده است در اینجا به این نتیجه است که رنج حدودی نمیشناسد و او هنوز هم باید رنج بکشد بیشتر از پیش بیشت فکر میکرد که ما بیرون شوم چقدر دلسوزی مردم کنه کمک میکنم امیدید که هنوز زخم زبان میزنن هنوز توهین میکنن هنوز تغییر میکنن و میفهمید که رنج هنوز جریان داره خواب وای به حال کسی که دید انسانی که خاطرش به تنهایی در رودگاه به امید میبخشی دیگر وجود ندارد وای به حال کسی که وقتی رویایش به قد و سر آزاد گشت آزادی را کاملا متفاوت از آنچه در اشتیاقش بود یا شاید سوار واگن برقی میشد به خانه میرفت که سالها در ذهنش جان داشت در عالم درون زنگ در می آورد درست همان گونه که در هزاران رویای خود کرده بود تنها برای این که این قدر را دریابد که کسی باید در را باز کند دیگر آنجا نیست و هرگز نخواهد بود با امید کسی رفته بود که زنگ بزن اولا عدوی سنش دروازه باز کنه ولی اونو مرده بود نبودن دروازه رو باز نمیکرد ما همه در اردوگاه با یکدیگر میگفتیم که هیچ شادی دنیایی نخواهد توانست آن همه رنج را که متحمل شدیم جبران کند ما به شدمانی روزگار آزادی دل نبسته بودیم و این امید نبود که ما با شهامت می ب... با ما شهامت و برنج های ما فداکاری های ما و ما معنا می بشت. اما برای غم و اندوه هم دیگر آمادگی نداشتیم این سرخوردگی سر که در انتظار شماری زیادی از زندانیان بود تجربه سخت بود که پشت بسیاری را به خاک رسان و برای یک, روان، یک دکتر روان نیز دشوار بود که با آنان کمک کند تا بر احوال غمزده خود چیره شوند اما این هم نباید موجب دل سردی متخصص و روان شود برعکس باید انگیزه تازی به شما میگم میگه من مسئولیت می بود که نباید مثل دیگاه افسرده شوام خود از دست بتم نه من باید استاده شوام کار کنم ما باید مشکل حل کنم برای هر زندانی از بندرسته روزی فرا میرسد که وقتی به دوران سارت خود می نگرد و تجربه اردوگاه را زیر و رو می کند باور نخواهد کرد که چنان روزگار دشواری تحمل و سپری کرده تا بعدش که فکر میکنه میگه باورش نمیشه که قصه سختی را متیر کرده باشم همچنان که سرانجام روز آزادیش فرا رسید و همه چیز در نظرش چون رویای زیبا بود روزی همه فرا خواهد رسید تجربه اردوگاهیش چون کابوس کابوس رنجش خواهد داد یک چیزی داریم به نام پتیزدی میگن در روانشناسی که همون خاطرات بد به شکل تصاویر در ذهن ما میه به شکل خوابا میه و ما رازار میته این تجربه ها به های گرانبه ها برای مردی که به سوی خانه اش گام می میدارد احساس شگرفی می شگرفی می افریند. که پس از آن همه رنج که جان و روانش متعمل شده دیگر چیزی نبود که او را از آن بترسد مگر خدا تنها ترس خدا در دا دلش بوده که چیزی نبود بترسد چیزی بر از دست نداشت تا اینجا دوستای نازنین بخش اول کتاب خلاص شد در بخش اول کتابی دکتر بزرگوار ما دکتر ویکتور ایمیل فرانکل قصه های اردوگار کرد ولی دیدین در لابلای قصه چقدر درس بر ما داد ولی در بخش دو مالی دریافت های روانشناسی روی خود لوگوتراپی را معنا درمانی را بر ما یاد که یک تحول بزرگ در دنیای روانشناسی با وجود آورد تا اینجا که برنامه را با اشتیاق توجه کردین خانه تان آباد و از این بعد می که دگام دقت کنین و چیزایی یاد بگیرین که خودم تقویت بتانین و در یک روزگارش سخت هر کدامتان من ایسی یک روانشناس من یک کمکگر من یک سوشیل ورکر بتانین بر دیگرها امیدی بتین و از این داستان ها یاد بگیرین که امید در زندگی مردم ایجاد کنه بسیار زیاد دوستتان دارم خداوند خیر و برکت نصیبتان کنه انسانای با شهامتتری شوین خداوند بزرگی نصیب کل ما کنه و خداوند رنج ها را پایان بده با امید دیدار شما بزرگوارا خدا و نگهدارتون